ترابی اتحادت رهبری دیگه جواب نمیده. فقط مرگ بر خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای. درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. در روزی که حتی تیم غیر ملی هم سرود جمهوری اسلامی را نخواند، بسیاری از مردم ایران با احساسات متناقض خود باخت تیم ملی فوتبال رژیم جمهوری اسلامی را جشن گرفتند. در ادامه این برنامه داستانی تکان دهنده را با یکدیگر می‌شنویم از جام جهانی آرژانتین که در آن به پشت پرده تمام بازی‌های سیاسی، حوالی مسابقات جام جهانی، بدبستان‌های حکومتی و مسئولان فیفا و دلیل اهمیت این مسابقات برای رژیم پی می‌بریم. داستانی که نشان می‌دهد تا چه اندازه آگاهی مردم کشورمان از پشت پرده این مسابقات و آنچه که در جریان است به پیروزی انقلاب ایران کمک می‌کند. پس از شنیدن این داستان قطعاً شما هم بسیار امیدوار خواهید شد، چرا که خواهید دید تا چه اندازه مردم ایران به بلوغ انقلابی رسیدند. جام جهانی 1978 آرژانتین در حالی برگزار شد که دیکتاتوری نظامی این کشور، دانشجوها، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و برخی فعال‌های کارگری و سیاسی و وکلای دادگستری را در بازداشتگاه‌ها شکنجه می‌کرد. دیکتاتوری نظامی آرژانتین در آن زمان تمام تلاشش را کرد تا از فرصتی که فیفا در اختیارش گذاشته بود برای بازسازی چهره خود و ارائه تصویری نرمال از جامعه آرژانتین در آن زمان استفاده کند. صبح روز 18 اکتبر 1977 گریسیلا دالئو در ایستگاه متروی در مرکز بوئنوس آیرس داشت سوار مترو می شد که مردی به اون نزدیک شد و به او گفت پلیس فدرال بازداشت هستید، باید بیایید. گریسیلا خودش را روی زمین انداخت، جیغ زد، سعی کرد کپسول سیانوری را که در جیب پیراهنش داشت بیرون بیاورد. سه مرد دیگر هجوم بردند، کپسول افتاد و نتوانست کپسول های دیگری را که در لباس زیر و کیف دستیش پنهان کرده بود بیرون بکشد. آنها مچ دستش را گرفتند و دستبند زدند. شروع کرد به فریاد زدن. اسم من گریسیلا دالئو است. دارند مرا می دزدند، می خواهند سر به نیستم کنند. با پدرم با شماره 592-780 تماس بگیرید. مأموران دیکتاتوری نظامی جلوی دهانش را گرفتند. به مسافران مترو گفتند فروشنده مواد مخدر است و سرانجام او را بردند. گریسیلا را از پله‌های ایستگاه مترو بالا کشیدند، سر و صورتش را پوشانده و به داخل یک فورد مدل فالکون انداختند. گریسیلا را مستقیم به بازداشتگاه مخفی اسما در دانشکده مکانیک نیروی دریایی آرژانتین بردند. سه شاهد عینی همان روز با پدر گریسیلا تماس گرفته و گفتند مأموران حکومت نظامی او را با خود بردند. برآورد می شود طی دوره دیکتاتوری نظامی آرژانتین بین سالهای 1976 تا 1983 حدود 5000 تن تنها در بازداشتگاه مخفی اسما بازداشت شدند و اکثر این افراد دیگر هرگز به خانه باز نگشتند. گریسیلا دالئو از معدود جان به در بردگان شکنجهگاه مخوف اسما است. او 15 ماه در این بازداشتگاه بازجویی و شکنجه شد. شکنجهگران چندین بار گریسیلا را در محوطه چمن دانشکده مکانیک روی زانو نشاندند و وانمود کردند که می‌خواهند او را اعدام کنند، اما در نهایت او را به تبعید فرستادند. جام جهانی 1978 در آرژانتین در حالی برگزار شد که دیکتاتوری نظامی این کشور هزاران زندانی را در بازداشتگاه‌ها کشته بود و داشت شکنجه می‌کرد. البته که مسئولان فیفا سعی می کردند تمامی این گزارش ها را نادیده بگیرند. در اوج سرکوب و شکنجه و کشتار هزاران دانشجو، نویسنده و هنرمند، فعال کارگری، روزنامه نگار و وکلای دادگستری، گئورگ اریکسون
سرمربی وقت تیم ملی سوئد مصاحبه کرد و گفت اقامت ما در آرژانتین عالی است، به ما خیلی خوش می‌گذرد، چیزی هم ندیدیم که نشانگر بدی شرایط آرژانتین باشد. دیکتاتوری نظامی آرژانتین برای آن رقابت‌ها 520 میلیون دلار خرج کرد، تقریباً 4 برابر رقابت‌های سال 1982 اسپانیا. بازی فینال جام جهانی 1978 روز 25 ژوئن میان آرژانتین و هلند در استادیوم مونومنتال بوئنوس آیرس تنها کمی دورتر از بازداشتگاه مخوف اسما برگزار شد. گریسی دادالو و شمار اندکی از جان به در بردگان اسما شهادت دادند که چطور در روز فینال بازی ها شکنجه‌گران و زندانیان در کنار هم به تماشای بازی آرژانتین و هلند نشستند. گریسی دادالو در مقاله‌ای که بعدها با نام وقتی که برد یک پیروزی نیست نوشت که روز قهرمانی آرژانتین در زندان را اینطور به یاد می‌آورد: همراه با سایر زندانیان، نگهبانان و مسئولان بازداشتگاه پای یک تلویزیون سیاه و سفید نشسته بودند، در حالی که صدای تشویق و هیاهوی تماشاگران استادیوم از کمی دورتر شنیده می شد، برای لحظه ای شکنجه‌گران و زندانیان متحد و همبسته شده بودند. گریسیلا در مقالش از فردی با نام خورخو ادواردو از مسئولان اصلی شکنجهگاه اسما نام می برد که به تعبیر او دیوانه شده بود و فریاد می زد ما بردیم، ما بردیم. دست زندانیانش را می فشرد و بر گونه های آنها بوسه می زد. او در جای دیگر از یادداشتش می نویسد اگر آنها پیروز می شدند ما باخته ایم. گریسیلا در ادامه مقالهش نوشت بعد بازی او و چند نفر دیگر از زندانیان را سوار یک پژو 504 می کنند و به مرکز شهر می برند. گریسیلا می گوید باورش نمی شد که چنین جمعیتی در خیابان جمع شدند و جشن پیروزی گرفتند. گریسیلا ادامه می دهد در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود با خود فکر می کرد که اگر همین الان فریاد بزند که من یک ناپدید شده هستم، کسی این وسط هرگز به چنین مزخرفی گوش نخواهد داد. او می گوید قشر ناآگاه آرژانتین به سادگی با فوتبال و حربه آن فریب خوردند و موجب شدند که دیکتاتوری در حال سقوط چندین سال بیشتر به کار خود ادامه دهد و به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای دیکتاتوری با پرداخت رشوه های سنگین به مسئولان فیفا همواره سعی می کنند برای ادامه دیکتاتوریشان از رقابت های جام جهانی استفاده کنند. و چقدر داستان گریسیلا نزدیک است و همان کاری که قشر ناآگاه و بی تفاوت در کشور خودمان در 43 سال اخیر کرد، یعنی در حالی که داخل سیاه چاله های رژیم مردان و زنان در حال شکنجه هستند، زندگی معمولی از جمله تب فوتبال در بیرون در جریان بوده است. ولی امروز این برای اولین بار بود که شاهد تغییری بزرگ در سطح جامعه بودیم، تغییری که نشان می‌دهد جامعه ایران دیگر به بلوغ انقلابی رسیده است. مردم ایران دیگر دست جمعی فهمیدند که حق برای پیروز شدن به تک تک آنها نیاز ندارد و این آنها هستند که به طرفداری از حق نیازمندند. آفتاب برای بالا آمدن و تابیدن نیازی به شما ندارد و این ما هستیم که برای زنده بودن و دیدن به نور خورشید نیاز داریم و این ما ایم که باید خانه های تاریک را ترک کرده تا نور زندگی بخش به ما بتابد. کسانی که از قشر خاکستری و خاموشان می‌خواهند سکوتشان را بشکنند مانند کسانی هستند که در یخبندان به صورت آدم در خواب مانده زیر برف سیری میزنند که شما را به زنده ماندن، به انسان ماندن دعوت میکنند. از خواب بردگی و ترس بلند شوید برای خاطر خودتان. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.